علی خامنه ای قبل از انقلاب درجه اجتهاد نداشت و البته بعدش هم با همه این مشقات سیاسی و دولتی که داشت فکر نمی کنم فرصت برای مجتهد شدن داشته باشه. من فکر می کنم علی خامنه ای رو ما میتونیم در سه دوره ببینیم و تجزیه و تحلیل بکنیم. در دوره قبل از انقلاب ایشون فرد بسیار مهربانی بود، اجتماعی بود، با خانواده، با دوستان، با جوانها، و البته تماس علی خامنه‌ای با بچه های مجاهد یا با کمونیست ها مختص به اون نبود. تمام آخوندها و به طور کلی جامعه روحانیت با اینها در تماس بودند. خونه ما هم می آمدن و هیچ باکی نبود از این قضیه. من فکر میکنم مقدار زیادیش به خاطر این بود که خب جامعه روحانیت خودش جای پدر میدونست و آخوندها خودشون رابطی آخوندها با جوانها حالت پدری پسری بود و علاقه من بود که اینها را ارشاد بکنم. بحثای سیاسی و در خانه ما بحثای فلسفی بسیاری بود برای در مورد خلقت، در مورد خدا، در مورد مذهب، و تمامی دانشجوها میآمدن و شرکت میکردن. از اون طرف هم من فهم میکنم جامعه سیاسی اون موقع و مخصوصا جوانها و نیروهای چپ لازم میدیدن که با جامعه روحانیت در ارتباط باشن، بخاطر که جامعه روحانیت نفوذ بسیار بالایی در جامعه داشت، احترام و اعتماد بسیار زیادی به جامعه روحانیت بود و ارتباط با روحانیون به نوعی وسیله بود برای نفوذ در جامعه. و در مورد سیاسی هم چه گفتی، در یک سری مسائل هم خب اینها مظلوم واقع شده بودند. در دوره محمد رضا شاه پهلوی متاسفانه یا خوشبختانه آخوندها ظلم چندانی رو ندیدند و رژیم بسیار باشون مدارا کرده بود و بیشتر جوانها، بیشتر نیروهای چپ، نیروهای دموکرات بودن که موجب ظلم رژیم واقع می شدن و افرادی مثل پدر من خب همون موقع از مظلوم حمایت می کردن. همینطوری که پدر من بعدن در دوره 60 از مجاهدین به عنوان مظلومین، از بچه های مجاهد به عنوان این که برسال مظلوم واقع شدن حمایت کرد و اسمشون برد. در یک پیامی مسعود رجوی از پدر من به پدر من پیام فرستاده بود که چرا شما فلانی، شما از تمام بچه های مجاهد اسم میبرید ولی از من اسمی نبردید. پدر من هم جواب داده بود شما کشته بشو، اسم شما رو میارم. بیشتر حالت حمایت از مظلوم بود، دفاع از مظلوم بود، نه به عنوان این که فرزند با این ایده ها آقایون موافق بودن. افرادی مثل پدر من برسد در درجه اجتهاد در مقامی نبودن که بیان عضو یک گروهی بشن، وارد دستگاه سیاسی غیر از دستگاه روحانیت بشن. اگرم میخواستن حزبی درست بکنم، همینطور که دیدیم بعد از انقلاب حزب خودشون درست کردن، حزب جمهوری اسلامی. در دوره بعد از انقلاب علی خامنه‌ای علاقه‌ش هم فکر می‌کنم نشون داد به این که می‌خواد وارد مسائل سیاسی و اداری بشه و فردی مطیع بود. صدای ازش آنچنان شنیده نشد و نظراتش نظرات دیکتاتور مآبانه نبود و من فکر می‌کنم در اون دوره شخص خمینی و شخص هاشمی رفسنجانی از علی خامنه‌ای خوششون آمد و فکر میکردن که میتونن بر صورت از ایشون استفاده بکنن با رئیس جمهور شدنش و سپس با رهبر شدنش.